و درود دوباره به مردم ایران، بخصوص گیلان زمین، لاهیجان. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوش باشین، خوب باشین، شاد باشین و قلباتون پر از شادی باشه. قبل از که برنامه را آغاز بکنم با یک دعایی شروع میکنم، بعد آغاز میکنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارتیم برای تمام رحمتات خداوند. شکر میکنم ای خداوند که تو پدر آسمانی ما هستی. ای خداوند به ایمان دارم که دست مبارکت روی سر ما و ایرانی ها هست. ای خداوند ایران ما را امروز خداوند با قدرت نام عیسی مسیح خداوند تو به خوشی و پیروزی خداوند برگردان. ای خداوند تا واقعا ایرانی ها در اون شادی عظیم تو قدم بزنن ای خداوند و بتونن نام تو را جلال بدن. ای خداوند شکرت میکنم ای خداوند، امروز به درگاه تو میایم ای خداوند، به حضور پر جلالت و از تو می طلبم ای خداوند شادی و آرامش و هر چی که از زبانم بیرون میاد ای خداوند نام تو رو جلال بده و بتونم خداوند از قدرت و قوت تو صحبت بکنم به نام عیسی مسیح، آمین. خب امیدوارم که هر جای دنیا عیسی خوب ببین، خوش ببین، سلامت ببین. گیلون این عزیز، لاهیجان این عزیز، روزای زمستونی سرده، ولی خوبه که دلهای ما گرم ببون، خوبه که بتونیم با هم در سل صفا زندگی بکنیم و بتونیم که همدیگر تعمل بکنیم، اینقدر همدیگر اذیت نکنیم و واقعا بایستیم همدیگر درد دل گوش بدیم و واقعا این درد دل هم که گوش دنیم نشیم، همه جا جار بزنیم. یه نفر اگه به شما اطمینان کنه، دو کلمه صحبت کنه از زندگی خودش، خواهشن نشین به کسی دیگه نگین، چون مرای که او دلش پره انه پیش شما صحبت کنه و خانه که خوش درد دل باشه بگو، ولی درد دلش نشین جای دیگه بگین. همینجوری در اخبارون گوش دادم، دو یه روزنامه بخوندم که چقدر ایران عوض آبا، 20 سالی که ما از ایران بیرون بودم واقعا یه چیزی و ایران که اصلا واقعا میسرده نگونجنه که ایران چرا ایتو بود، ایران چرا اینقدر برگشت بوده، چرا مردمش اینقدر برگشت بودن. یه نفر گفت که یه بچه نمیدونم 15-16 سال 17 سال نمیدونم مواد مخدر کشنه، چقدر مواد مخدر فراوان بود ایران، اصلا همون در زمان ما بنام شیشه های کرک های ندونم فلان چیز های اون های این های اصلا چقدر زیاد ها و چی خبری است. ما ندونم اصلا مردم ایران میسی که همه چیشون بود فقط همینجوری زود گذر بود، یعنی هرچی تینن استفاده بکنن همون لحظه همش لحظه با لحظه زندگی کردن. درست سختی ها در ایران خیلی زیاده، ولی ما مردم هم بایستی یک جوری با هم یکم همبستگی بداریم، یه ذره اون وجدون عاطفی که خدا به همون ادب بداریم، واقعا بتونیم هم دیگر هم در سل سلامتی زندگی بکنیم، در سل صفا زندگی بکنیم. بود که حالا یه پسر 15-16 ساله بود، معتاد بود فکر کنم، بوشه خوش مادر بزرگ دون است، چون دلار دانه در یکی از روزنامه هم بخوندم دلار دانه بوشه این دست دبستی، اولین بود من پول هده هند همیست که مادر بزرگ چون بده هندینه اینه دست دبسه، اینه دهنه دبسه، اینه په دبسه، بنیشونه وره چاقوی آشپز خونه بیتی که اینه بکشه. تا چی حدی برای 100 دلار پول این سونم به او حد برسین؟ من ندونم این کراک و چیزون چی چیزه، شیشه چیزه که اینقدر مردم پستا کنه، اینقدر مردم فرومایی کنه و تو دینه زیر برای 100 دلار پول آدم خم بکشه، اونم خوش مادر بزرگه. بعد یه همسایی بده که کارد آشپزخونه ویته داره، بوچه یک دونه از این دنبیلای ورزش ویته با چه سرعتی بزه شیشه بشکنه، کتاب بتونه که اون خبر بکنه که متبده مای بده اینه بده فرار بوده، بعد دو ساعت دیگه پولیس اینه بایتن. منظورم اینه که آخه مردم تا چی حدی باش توزه. مثلا بخوندم یک دونه دختر با خوش دوست پسر بده، مثلا پدر حاضر نی پول ادین اونه که یه نفر پول ادین خودی پیر بکشه. من ندونم در چه حدی ما بمایم، اینقدر زیر بمایم واقعا، یعنی
انسونیت و وجدان و آخه ندانم چیزه اینقدر ایرانی سابق ایتو نبون مردم مردم به هم کمک بودن مردم دست هم دیگر گیتن واقعا درد دل هم دیگر گوشتن دستی به دست هم دیگر نن کمکی به کمک هم دیگر بودن آخه ایتو که نبوگه اینقدر من ندانم اصلا واقعا بعض موقع من ندانم چی بگم ولی خودتون در ایرانی زمین بهتر دیه در این چیزونه دونی چرا اینقدر بلا سزا همی سرم آره برای اینکه لعنت لعنت در ایران نیشته لعنت در زندگی های ما بمه اما بجایی که پادشاهی خدا رو بریم تو خونه ما جلال خدا رو بریم تو خونه ما همش لعنت و گناه و بدبختی و بیچارگی رو بردریم در خونه ما من ندانم اصلا آدم ندانه کی بگو مثلا به کی بگو مثلا به دولت بگو آقا این کار کردی دولت کار خودشش سوا کرده ملت هم اینی بدتر از دولت کار کرده اصلا نگاه کنی تو نگاه کنی واقعا اینی به حد کلاهبرداری بیش از حد یه نفر به یه نفر اگه کمک هم کنه وقتی خرج از پول رده با مسخره کنه اونو کنه ما علکی کارو اونو کنه که مثلا ما کمک بکنه ما می خر از پول رده بونه خب این ای دیگه کسی گره دیگه کار نکنه کسی گره دیگه نشنه کمک نکنه ایجو کار ما بکنه ما وقتی به یه نفر کمک کنم وقتی او یکتی شنه این کمک همه نادیده گینه و مسخره کنه خب موده نشنم به یه نفر دیگه کمک نکنم همینجوری همه این ما همینطوری یه نفر بوشو به یه نفر آدم بشارت بده انجیل بهش بوده که مو خدا تا معرفی کنم بوده اتفاقا مو خودم اینقدر خداشناسم که بوده چطور خداشناسم بوده اینقدر خدا ما دوستن که بوده چطوری خب خدا رو شکر تو خداشناسی خدا رو دوستنی بوده آره هفته پیش می همسایی من اذیت بوده بوشم دعا بودم که این همسایه خدا این همسایه بکش این همسایه لعنت بوده که بکشه یه نفر از سیاپوسون با ما هفته پیش مثلا یک هفته پیش مونم پول اگیره فلان اگیره اون بکشته این مرد خوشحال بود می دعا کنه یعنی با لعنت یعنی دعا بودم یعنی یه نفر لعنت بکنم که تو بمیری مو خوشحال بود یعنی اما همه خانیم هم دیگر نگاه بکنیم که آقا متب بکشم دعا بکنم که تو بمیری عوضی که دعا بکنم که آقا فکر افکار ما رو عوضا کنه خدایا خوشبختی و آرامش در زندگی همه ما بار که با هم جمعن با هم زیست کردیم با هم زندگی کردیم در آرامش خدا زندگی بکنیم یعنی بشر تا این حد بمزیر هر روزی که علم پیشرفت کرده بشر روز به روز ثانیه به ثانیه معذره خنه پستر آباده اما در اوتو زیر ببخشید در مزامیر داوود 12 درست یه حرفون زینه گونه ای خداوند به داد ما بر از زیرا دیگر اثری از خدا شناسان نیست و انسان درستکاری در دنیا باقی نمانده است همه دروغ میگویند و با چابلوسی یک دیگر را فریب میدن ای خداوند زبان چابلوسان و متکبران را ببر که میگویند ما هر چی که بخواهیم با زبانمان به دست میآوریم هرچی را که بخواهیم میگوییم به کسی نمیتواند مانع ما شود واقعا این در زمانی بود داوود شاید هزاران سال پیش بود در اون سالون هم هن نبود همچی چیزی در اسرائیل الان اما اینیم که همه کشور می لعنت به ما خوشا با حال آنهایی که به مسیح ایمان بردن تنها کسی که ایرون تین نجات بده خود عیسی مسیح کسی که قلب مسیح بداره با مسیح رابشون کسی که به مسیح ایمان بره ایمان دنم که ای آدم هیچ وقت نخنه سر کسی کلا بنه ای آدم هیچ وقت نخنه چابلوسی بکنه هیچ وقت نخنه دروغ بگه هیچ وقت نخنه پول مردم بخوره اگه با مسیح رابشون تنها کسی که تین ایران نجات بده عیسی مسیح هر کس هم به مسیح ایمان برده هم در این دنیا
قلب شاد آرامش دارن هم در او دنیا. الان هم که ایران ما همه مردم دی از خدا هم زده بون، اینقدر از خدا بد بودن، اینقدر او خدای بد با ما آشنا بودن که مردم از خدا زده بونده سن حاضر نه مردم دی با خدا هم راز نیاز بکنن، بولن ایشو همه افسونه هی. هیچ افسونه نیه، این لعنتونه که در زندگی خودمون وارد کنیم که نوک زنیم دست خدا در زندگی ما با صبح ویرسنیم یک مشت خاک دکنیم همه جیمین ابینیم فو کنیم به چشم این فو کنیم به چشم او که 2000 پول بیشتری در برمی که یک ذره زندگی بیاتری انجام بدیم. آیا این زندگی آدمی که 10 دقیقه ایره ایسا سالمه 10 دقیقه بعدش من نیونه باینی یه میکروب کوچیک اونه تو دینه اصلا هم خودش هم ندونه از کور بخورده ای؟ به علم ما نازنیم، به پول ما نازنیم، به مقام ما نازنیم، به چیچی ما نازنیم. انسانی که گونه خیلی قوی مای با یه میکروب کوچیک مینه، یه دبا دیدی سرطان بیته، یه دبا دیدی ایز بیته، یک بابا دیدی اونم چی بیته، یه بابا دیدی آقا یه آدمو دیروز بدیم که یک ساعت پیش اینو بدیم که چطور بود بمرده. همینه، اینقدر به مقام و پول و به ثروت و به نمیدونم به چیجی ما نازنیم. همیشه همه ای ما مشکل داریم، حقیقتا مشکل داریم. اولین مشکل این روی مخ ما نه، اولین مشکل اینه که این در قلب ما نه. این قلب هیچ وقت ما نیم صاف کنیم، این قلب ما نیم هیچ وقت آماده بکنیم برای اینکه به دست خدا آدیم. وقتی قلب به دست خدا آدینی خدا و قلب آرامش پورا کنه، محبت پورا کنه، رحمت پورا کنه، مهربونی پورا کنه که تو دین نشی با این قلب امی قلبون کثیف آبون، واقعا امی قلبون کثیف آبون. از کارگردان عزیز بیروز جان میخوام یه دونه اگه سرودی آماده کردی بذار تا من یه آبی بخورم با اجازه. خوب، دلگرم، مهربان، ایمان دارم که
حرفای ما رو به دل نگینین که ناراحت ببین. نه، ما مثل برادر کوچیکتونم، مثل پدری ازم که فرزنداش کوچیکش مثلا نصیحت کردن. نصیحت هم کردنیم حقیقتا. یه چیزی ایزه که واقعا از روی قلبم بوده دارم. دوستنم ایرونه. ایرونی دوستنم. وجب به وجب ایرون نخنم یک سانتی طرف طرف بوچون. نخنم ملت ایران در سختی بایسن، واقعا نخنم ملت ایران در بدبختی و بیچارگی بایسن. خنم ایرانین خوشبخت به اون، ایرانین آرامش بدنن به ایران، ایرانین همون ایرانی به اون که قبلا بون، همون ایرانی که سابق با آرامش خدا زندگی کردون. ما امروزه همیشه از شریعت شنیم جلو. خدا بونه که اگه یک دونه از شریعت مو تخطی بودم از یک شریعت، یعنی می بخشیده نیم، گناهی مو بخشیده نیم، چون مو هیچ وقت من نیم شریعت همه تک به تک اجرا بکنم. در غلاطیان خداوند گونه که همچنین کسانی که میخواهم به وسیله اجرای دستورهای شریعت نجات یابن زیر لعنت خدا قرار دارن. زیرا در تورات چنین آمده است، ملعون باد کسی که حتی یکی از دستورهای کتاب شریعت را بشکند. یعنی واقعا اگه یک دونه از 600 شریعت اگه بخوایم یک دونه شو بشکنیم، یعنی انگار همه بشکنیم. ولی امروز اینطور نه. امروز عیسی مسیح اینو گونه که مو در قلب تو ایسم، امروز اگه به مو ایمان بری تمام گناهات بخشنم، تمام دردات و گینم به جان خودم، مو روی صلیب بوشم به خاطر گناهان تو که تو دی شریعت اجرا نکنی، بلکه به خون خودم آزاد کنم تا و به خون خودم امروز تا نجات دینم. به هر چیزی خنی به نام مو از پدر آسمانی از خدا بخوا. امروز واقعا مو یک دنه دعا کنم به نام عیسی مسیح، ای پدر آسمانی، ای خدا، امروز به نام عیسی مسیح دعا کنم که ایران ایرانی لمس بکن و ایران برکت بدی خداوندا، و تک تک خونهای ایران خداوندا تو سر بزن، و واقعا امروز خداوندا دست مهربون و پرمحبت در خانواده های ایرانی بمون. خداوندا تو جوانان ایران خداوندا بلند بکن، جوانان ایران مست بکن. ای خداوند امروز تو جوانان ایران خداوندا مست بکن که برکت دهنده بمون، نبوشون خداوندا چاقو بگیرن خوشانه مادر بزرگ بگوشن او یکته خوش پیرخم بگوشه. ای خداوند امروز به درگاه تو دعا کردم، واقعا امروز خانم ای خداوند که تو دست پر از محبت مهربون خودتو در تک تک خانه های ایرانی بنی. ای خداوند شکرت کنم که واقعا صدای ما رو میشنوی خداوند و عمل میکنی. ای خداوند جلال از آن توست، هر کاری بکنی جلال مال تو. ای خداوند فقط خانم که تو در زندگی های مردم در ایران خداوند بخرامی و فرشته لعنتی که در ایران است خداوند به دستای مقدس عیسی مسیح بیرون ببری. امروز دعا کنم که تک تک مردم قلبای شما رو خداوند لمس بکنه و شما رو آزاد بکنه از هر چی گناه، از کینه شما رو رهایی بده، از دروغ، از ریاکاری، از هر چیزی که در ما هنه. خداوند امروز همه ایشون با دستای مهربون خودش بگیره. واقعا بایم دست به دست همدیگه بدیم، بایم با محبت همدیگه رو قبول بکنیم و تحمل بکنیم همدیگه رو، مشکلات هم دیگه رو بایم کمک بکنیم با هم. نه یه مشکلی که دن یه نفر با ماتی ابو ساگونه یه مشکل دیگر بنی روش، با این چشم چشمی نه از هم کنار بنین، با مقام خودمون، با پول خودمون، با سواد خودمون نگاه نکنیم. امروز این خداوند به ایرانین رحم بوده و خودش آشکار بوده برای ایرانی. امروز واقعا مسیح در جای ایران کار کرده، در گوشه های ایران کار کرده، در تمام خانواده ها کار کرده. خود عیسی مسیح امروز شنه مردم پیام آدینه، به خواب تمام مردم شنه که اشعیای نبی بوده سالهای آخر
خداوند رویا نشون دینه به مردم که نبوت بکنن. واقعا امروز خداوند تک تک خونان در زیاده و محبت خودش نشون داره. فقط تنها کسی که تینه ایران آزاد کنه عیسی مسیح. باید یک بارم با امتحان بکنین، یک بار امتحان بکنین. بین این خداوند نیکو، این خداوند به خاطر گناه من و تو بشه روی صلیب. ما رهبری خانیم که جان خودش فدا بوده، این رهبر اون رهبره. ما شبانی خانیم که وقتی گوسفندون به دستش هدینی، حتی یک دن از گوسفندون که کنار شدن جدا بوان، اگه در خطر گرگیزن ای بوشون اون نجات بده. شبانی نخانیم که بینیم گرگ اگه اون زخمی بوده بگوده ما حمل نکنم ای بره تا اول ببرم، ای بره یه رو کباب زنیم خونیم. ای شبان او شبان نه، ای شبان اگه بون روی کولش نینه او برات بین مداوا کنه اونه دوباره او بره سالم کنه. ما همچین شبانی خانیم. امروز عیسی مسیح او شبانه. مود نه هیچ نصیحتی به شما که دارم، نه هیچی، فقط یک بارم بابا دعا بکنیم به نام عیسی مسیح. خودتونم که عیسی مسیح قبول دانین، معجزات عیسی مسیح هم بدین، در فیلمون هم نگاه بودین. پشین امروز این کتاب انجیل در وبسایت ها، همه وبسایت ها نه، بخونین ببینین، گوش بدین. اگه فیلمش هم نگاه کنیم با دقت نگاه بکنیم ببین عیسی مسیح چه گونه شماره، ببین عیسی مسیح چقدر شفا بده، چقدر معجزه دنه. چرا ما نیم امروز به نام عیسی مسیح دعا بکنیم؟ ما که عیسی مسیح در کتابای خودمون هم قبول دانیم، در دین خودمون هم اونو قبول دانیم، چرا ما نیم امروز امروز به نام عیسی مسیح دعا بکن هر مشکلی از مشکلات برداشته بود. به امروز محبت تو با همسایه نشون بدی. خداوند گونه که دو تا اقدانه گونه خدای خودتو با تمام قلبت دوست بدار و همسایه خود را نیز دومی حکمش همسایه خودتو دوست بدار. اول خدا، دوم همسایه. یعنی همسایه اینقدر با آدم نزدیکه. اگه تو یه دفعه بدبختی و بیچارگی بداری نشینی تی برا رو برجی یا تی پیر رو برجی یا تی ما رو برجی، اول شینی تی همسایه گونی که تا کمک بکنه همسایه. بس همسایه خیلی مهمه. وقتی برای همسایه خودمون دعا کنیم، این دعا برگردنه به زندگی خودمون و این برکت برگردنه، لعنت از زندگی ما شنه بیرون. امروز باید به نام عیسی مسیح لعنتون از زندگی ما بیرون ببریم. اینقدر مواد مخدر، دروغگویی، دندونم، هر چیزی که الان ایران میخانی هنده بده، ایشون همه این لعنت هنده، ایشون همه بوشون بیرون. امروز باید دست به دست هم بدیم و یک ایرانی آباد خودمون درست کنیم. منتظر دولت نبیم، منتظر دولتون نبیم اصلا. وقتی خودمون هم دیگر کمک بکنیم، هیچ وقت در بدبختی و تنگنایی قرار نگیریم. شما رو به دست خداوند سپرنم، خدایی که شما رو تینه حتی روی شما رو آزاد کنه. امروز دعا کنم به نام عیسی مسیح در تک تک خونهای شما ایرانین محبت خداوند، آرامش خداوند و برکت خداوند در خانه‌های شما با و لعنت و گناه از به دستای عیسی مسیح بیرون بشون. امروز به قدرت نام عیسی مسیح هر لعنتی از خانه ایرانیم بیرون کنم، سلامتی خداوند در خانه های شما تلونم به نام عیسی مسیح. شما رو به نام به عیسی مسیح سپرنم، به همون خدای سپرنم که خانه ایران آزاد کنه، به همون خدای سپرنم که شما از ته قلبون دوست دارین. امروز عیسی مسیح در قلب شما عیسی در قلب شما رو زینگونه که در باز آکن بوده وارد خانه ای تو بوم. امروز عیسی مسیح دعوت بکنیم به قلب شما تا واقعا زندگی شما 180 درجه تحول ایجاد بکن. شکر کنیم بی خداوند و به شما همه شما رو به دستای خدا سپرنم و ایمان دارم که ایران ما روزی آزاد آبنه، ایران ما روزی آباد آبنه و ایران ما
شادیاش بر لب همه مردم ایران نشینه. او روز نزدیکه. خدا حافظ شما تا درودی دیگر. بدرود. عزیز بشی به کنارم، اگه خاری خوره سوزن ندارم. عزیز بشی به کنارم، به ما جون برکنم ای جون غم خور. عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم. عزیز بشی به کنارم، عزیز بشی به کنارم.